سلام، امیدوارم خوب باشی. مرتضی جهانی هستم، نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای از آکادمی دلکو. در مورد ساز هنگ درام، مهمترین نکته‌ای که وجود داره آرپژ‌ها و آکورد‌ها هستن که قبلا یه سری پست و ویدیو در مورد آرپژ و آکورد آماده کردیم. حتما برید به پلیلیست هنگ درام سر بزنید. اگه تازه با صفحه ما آشنا شدید، کلی مطلب جالب و جذاب ما آماده کردیم، حتما اونا رو ببینید. شاید بخش زیادی از سوالاتتون رو بتونید جواب بدید ازش. در مورد آرپژ ما معمولا یک چرخه آکوردی درست میکنیم. مثلا میگیم فا ماژور، سول مینور، لا مینور، ره مینور. حالا اینکه چجوری ما اینا رو به چه نتیجه رسیدیم که اینا رو اینجوری کنار هم چیدیم، یک کم نیاز به تجربه داره، ولی فعلا میتونید از الگوهایی که براتون چیده میشه استفاده کنید. بعد آروم آروم که یک درک خوبی از گام و آکورد به دست آوردید، خودتون میتونید جای اینا رو عوض کنید. توی هنگ درام حالا خدا رو شکر همه آکوردها کنار هم خیلی مرتب و منظم چیده شده و اصلا پیچیدگی خاصی نداره. یعنی توی ساختن آکورد مثلا به عنوان مثال لا و دو و می که کنار همان آکورد لا مینور درست، سی ر فا که کنار همان آکورد سی بمول ماژور درست کنن، سی مول البته بموله، یا دو می سول آکورد دو ماژور رو درست میکنن. یعنی هر ستایی که کنار همان یک تریاد یا یک آکورد سه صدایی درست رو تشکیل میدن. یعنی اینجوری درست شده اصلا این ساز. برای همین میگم این ساز اصلا کلن باید باش فضاهای آکورد و آرپژ رو اجرا کنیم. خب حالا چیزی که ما طراحی کردیم قرارم هست در الگوهای ریتمیک ستایی نواخته بشه. یعنی یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، چهار تا یک دو سه رو روی آکورد میزنیم و به همین ترتیب روی آکوردهای دیگه میریم. اولین آکوردی که انتخاب میکنیم فا ماژوره. فا ماژور آکوردی که از فا لا دو درست شده. قبلا توضیح دادم ولی خیلی خلاصه بگم بهتون. وقتی میگیم آکورد فا ماژور، نوت اصلی و فاصله اول میشه فا، نوت بعد از فا سول میذاریدش کنار، بعدش میشه لا، نوت بعد از لا هم سی میذاریدش کنار، بعد میشه دو. یعنی برای ساختن آکورد بعد نوتا رو یکی در میون حرکت کنیم. خب ما فا و لا و دو رو کنار هم نداریم. بعضی گفتم یه سری آکوردا کنار هم، ولی بعضی از آکوردا یه خورده پراکنده. مثلا فا افتاده اینجا، لا و دو اینجا. برای الان آکورد فا ماژور میشه این، چون شروع ما باید از فا باشه دیگه، باید بگم مثلا فا دو، ولی فا در یک اکتاب و این طبقه دیگه است. بنابراین آکورد رو معکوس میکنیم. حالا بعدا توضیح میدم یعنی چی. لا دو فا، راست راست چپ، چهار بار این الگو رو تکرار میکنیم. اوکی، حالا میریم سراغ آکورد بعدی که سول مینوره. سول مینور میشه سول سی ر، سی و ر پایینن، سول بالاست. دوباره راست راست چپ، سی ر سول، این آکورد هم معکوس شده چهار بار. آکورد بعدی لا مینوره. لا دو می که حالا خیلی مرتب و منظم این دفعه کنار هم افتادن، لا دو می راست راست چپ چهار بار، و در نهایت فرود میایم روی آکورد گام اصلیمون که ر مینوره، ر فا لا، با همون الگوی راست راست چپ. پس هر آکورد رو به صورت آرپژ چهار بار اجرا میکنیم با الگوی راست راست چپ، یعنی الگوی ستایی، و این چرخه رو انقدر تکرار میکنیم تا به یک سرعت و کیفیت مطلوب برسیم. توی ریتم ها و پترن های مختلف خواهیم ساخت این چرخ های آکوردی رو. اینا خیلی مفیده، وسط یه سری از قطعات میتونید اجراش کنید و به طور کلی خودش هم مثلا فرمت یک قطعه رو داره. امیدوارم براتون مفید باشه. حتما به ویدیوهای دیگه سر بزنید. اگه تازه با صفحه ما آشنا شدید، برید ویدیوهای دیگر رو ببینید، قطعا
جواب خیلی از سوالاتتون اونجاست. ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم لطفاً فعال کنید که وقتی ویدیو جدید میذاریم ازش باخبر بشید. مراقب خودتون باشید.